روز پنجشنبه نیروهای ویژه ای ایالات متحده به درخواست دولت اقلیم کردستان عراق به یاری پیشمرگهای های کرد شتافتند تا تعدادی از گروگانهایی هایی را که در اختیار دولت اسلامی بودند آزاد کنند این عملیات شبانه در زندانی در نزدیکی شهر الحویجه در شمال عراق صورت گرفت و طی آن 20 عضو دولت اسلامی کشته و شش تن دیگر از آنان دستگیر شدند پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در این باره گفت این عملیات درست بعد از رسیدن این خبر که گروگانها در خطر قتل فوری قرار دارند برنامه‌ریزی و شد این عملیات در راستای برنامه ما در مبارزه با داعش در آموزش، مشاوره و کمک رسانی به نیروهای عراقی صورت گرفت. ایالات متحده با ارسال هلیکوپتر و همراهی پیشمرگها در این عملیات شرکت داشت. پنتگون اعلام کرد در این عملیات 69 گروگان آزاد شدند و یک سرباز آمریکایی نیز جان باخت. این فرد نخستین نظامی ایالات متحده است که در یک نبرد زمینی به دست نیروهای دولت اسلامی داعش کشته می‌شود. <applause>